بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولین عزیز و گرامی، به جلسه 16 همه مدیریت دیتابیس دو خوش آمدین. مسئولین عزیز، امروز در این جلسه هدف ما تنظیم کردن سیستم لوکال یا سیسکول سرور برای مایرورینگ است. پیش از اینکه ما این سیستم تنظیم بکنیم، اول یک دو موضوع امنیت ترانزکشن و حالتهای عملیاتی از او مانده و همچنان رول سویچینگ یا دو موضوع را بحث میکنیم. مثلا عزیز، امنیت ترانزکشن یا ترانزکشن سیفتی و حالت های عملیاتی از چی هست؟ امنیت ترانزکشن را می توانیم که از طریق دستور التر دیتابیس استفاده با استفاده از خاصیت سیفتی می توانیم که مدیریت کنیم یا می توانیم که تنظیم بکنیم. در یک دیتابیس که مایرور شده هست یا مایرور می شود، سیفتی بر روی فول و یا بر روی آف تنظیم می شود. یعنی در بخاطر اینکه ما در یک دیتابیس که مایرورت میشه، در اینجا وقتی که مایرورت شدن، سیفتی برای فول، برای فول و یا برای آف تنظیم میشود که این باعث میشه که ما به اساس ازی بتانیم که چطور میتانیم که دیتا را اجرا بکنیم. اگر گزینه سیفتی برای فول تنظیم شده باشد، یعنی اگر گزینه سیفتی برای فول تنظیم شده باشند، در آن صورت پس از مرحله هماهنگی یا هماهنگ سازی اولیه، عملیات دیتابیس مایرورینگ به طور همزمان اجرا می شود. مثلا عزیز، ما وقتی که فول تنظیم میکنیم، یعنی حالت سیفتی را فول میگیریم و اون تنظیم میکنیم، در جریان وقتی که عملیه دیتابیس مایرورینگ صورت میگیرد، عملیه دیتابیس مایرورینگ به شکل همزمان یا به حالت همزمان اجرا میشود. اگر گزینه سیفتی برای آف تنظیم شده باشد، یعنی تنظیماتش آف باشد، در آن صورت عملیات مایرورینگ دیتابیس به صورت ناهمزمان اجرا میشود. رول سویچینگ یا تغییر نقش چی هست؟ مثلا عزیز، رول سویچینگ در واقع در چارچوب دیتابیس مایرورینگ سیشن، نقشای پرنسپال و مایرور به طور معمول قابل تعویض هستند که این پروسه را به نام رول سویچینگ یاد میکنند. یعنی در جریان ارتباطات دیتابیس مایرورینگ یا سیشن های دیتابیس مایرورینگ، نقش های پرنسپال و نقش های مایرورینگ بعضی اوقات قابل تعویض می باشد، به خاطر از اینکه قبلا ما با شما گفتیم که اگر فیل اوور وجود داشته باشد و یک مشکل ایجاد شده باشد، اگر یک از اینها جوابگو نباشه، میتونن که رول هایشان به یکدیگر چنج بکنن، تعویض بکنن. بنابراین رول سویچینگ صورت میگیره که رول سویچینگ تعویض به نام رول سویچینگ یا همین پروسه تعویض پرنسپال به مایرور، مایرور به پرنسپال به نام رول سویچینگ یاد میکنند. این پروسه عبارت است از واگذار کردن نقش سرور اصلی به سرور مایرور میباشد. وقتی که اگر فیل اوور در سرور اصلی صورت میگیره، نقش سرور اصلی به سرور مایرور انتقال پیدا میکنه که باعث میشه که مایرور سرور من حیث سرور اصلی کار بکنه. و همچنان هنگامی که در رول سویچینگ، سرور مایرور به حیث فیل اوور پارتینر برای سرور اصلی ایفای نقش میکنند. یعنی در رول سویچینگ وقتی که سرور مایرور من حیث وظیفه سرور اصلی را میگیره و نقش سرور اصلی را میگیره، این به حیث فیل اوور پارتینر برای سرور اصلی چی میکنه؟ ایفای وظیفه میکنه. یعنی به این معنی است که پارتینرش مشکل پیدا شده، برای پارتینرش نمیتونه سر به سر رابطه، این میتونه من حیث پارتینرش یا سرور اصلی میتونه که سر به سر ارائه بکنه. هنگامی که یک نقش تعویضی رخ میدهد، یک وقتی که این رول سویچینگ بین سرور مایرور و سرور اصلی صورت میگیره، در اینجا سرور مایرور نقش سرور اصلی را به عهده گرفته و در پی آن نسخه کپی را از دیتابیس به شکل آنلاین می آورد و به شکل سرور اصلی عمل می کند. یعنی همون کپی دیتابیسی که من حیث مایرور دیتابیس ما میشناسیم، اون به شکل در نظر می گیره یا به حالتی در نظر می گیره یا آنلاینش می سازد که طوری که من حیث دیتابیس اصلی چه میکنه کار میکنه و من حیث سرور اصلی کار میکنه. سرویس دهنده که بیشتر نقش سرور اصلی را به یعنی سرویس دهنده ای که
پیشتر نقش سرور اصلی را برده داشت، در صورت دسترس نبودنش نقش سرور مایرور انجام میده. یعنی وقتی که زمانی که مایرور سرور نقش فلوور پارتنر انجام میتن یا نقش سرور اصلی را میگیره، در واقع سرور اصلی باز در اینجا نقش سرور مایرور را میتونه که به خود چی بکنه انجام بده. نقش ها میتونن که بارها و بارها جای خود را به یکدیگر تبدیل بکنن به اساس فلوور هایی که صورت میگیره. و موضوع دیگه مثل نزیس تنظیم کردن سیستم لوکال برای مایرورینگ هستن. یعنی سیستم دیتابیس ما چطور میتونیم که یا اسکیل سرور را چطور میتونیم که در واقع به خاطر مایرورینگ تنظیم کنیم؟ به خاطر استفاده کردن اسکیل سرور مایرورینگ و اجرای آن به شکل عملی، ما نیاز داریم که به دو یا چندین سیستم داشته باشیم یا دو یا چندین سرور داشته باشیم یا اینستانس داشته باشیم. اما البته به خاطر سهولت ما میتونیم که در کامپیوتر خود سه نمونه یا دو نمونه از اسکیل سرور داشته باشیم یا دو یا سه نمونه اینستانس اسکیل سرور اینستال میکنیم. وقتی که اینستال کردیم بعد میتونیم که من حیث برای مایرورینگ آمادش بسازیم. به همین خاطر یا به همین منظور ما میتونیم که در اسکیل سرور چندین بار مایکروسافت اسکیل سرور میتونیم که دوباره از نو نصب بکنیم و هر بار در اصطلاح یک نام جدید یا نمونه جدید را ایجاد میکنیم و هر کدام از این نمونه ها دارای دیتابیس ها میباشند. مثلا عزیز، به خاطر از اینکه چندین انستانس در لوکال سیستم داشته باشیم، یک دفعه که اسکیل سرور را اینستال کردیم، باز به خاطر از اینکه اینستانس جدید داشته باشیم دوباره اسکیل سرور را اینستال میکنیم. باز اگر دیگر اینستانس نیاز داشته باشیم، باز دوباره اسکیل سرور را اینستال میکنیم. بنابراین در این درس سه دانه اسکیل سرور در نظر گرفته شده که یک اسکیل سرور که به یک نام جدید یا نمونه جدید است به نام سرور اصلی هست، یک اسکیل سرورش به نام جدید و اینستانس جدید به ما مایرور سرور میگیم و یک سرور دیگر را به خاطر ویتنس سرور یا سرور سومی در نظر میگیریم. بنابراین به خاطر اجرای مثال های دیتابیس مایرورینگ ما دو تا یا سه تا اینستان های دیگر هم در ضرورت داریم، تا اینکه بتونیم یکی مایرور سرور و دیگر ویتنس و یکی دیگرش هم من حیث سرور اصلی قرار بدیم. خب به خاطر اضافه کردن اینستانس ها، هر اینستانس که بتونیم که اضافه بکنیم، ما گفتیم از قبل همه اسکیل سرور را باید چی بکنیم؟ از قبل از همه اسکیل سرور را همراه دیفولت و یا دیگر اینستانس نصب بکنیم. وقتی که نصب کرده میریم، یک نام اینستانس جدید ما برایشان مشخص میکنیم. بعد از اینکه ما اسکیل سرور را دوباره نصب میکنیم و در بخش اینستانس کانفیگریشن ما گزینه نیم اینستانس هم میگیریم، در اینجا انتخاب میکنیم و هر کدام را نام میتیم. در این قسمت ببینیم که هر کامش نام میتیم. وقتی که نام دادیم، بعد از اون میتونیم که هر اینستانس هم من حیث یک سرور در نظر بگیریم. برای بار سوم همچنان عین کار انجام میتیم، تا این که بتونیم که سه اینستانس داشته باشیم و هر اینستانس من حیث سرور اصلی، سرور مایرور و ویتنس سرور در نظر میگیریم. مثلا عزیز ببینیم که ما قبلا سه اینستانس هم اینجا در نظر گرفتیم. یعنی سه دفعه اول من اسکیل سرور را اینستال کرده بودم، سرور اصلی است، و دفعه دوم یک اینستانس دیگه ایجاد کردم، با دفعه سوم هم یک اینستانس دیگه ایجاد کردم. یعنی سه اینستانس هم ایجاد کردیم. ما میخوایم که بر سه اینستانس کامونیکیشن داشته باشم. خب اینجا ببینیم که میایم در ابجکت اکسپلورر، در دیتابیس انجین، اینجا در این قسمت یکی به نام اسکیل استودنت است، یکی تیچر است و همچنان یکی دیگر هم ایجاد کردیم به نام اینجا ببینیم که آیا موجود است اینستانس های دیگر. یکی به نام تست ویتنس است. یعنی سه اینستانس ما ایجاد کردیم مثلا عزیز که ما میتونیم که اینا را استفاده بکنیم. بیاین که اسکیل استودنت اینستانس اصلی است یا مو سرور اصلی است، اینا به این وصل شدیم و همچنان باز دوباره میریم در دیتابیس انجین به اینستانس دیگه وصل میشیم. دیتابیس به نام تیچر است، اینا وصل میشیم و همچنان اینستانس دیگری است به خاطر ویتنس که عبارت از چی هست؟ تست ویتنس است. در اینجا نیست، براوز میکنیم، در قسمت میریم و میریم اینستانس وزنی. این اختیاری است، میتونم از استفاده بکنیم. ببینیم که سه اینستانس اولی، دومی و سومی، سه اینستانس ما ایجاد کردیم.
کردیم و این سه اینستانس در واقع به خاطر از این که ما بتانیم که مایرورینگ انجام بدیم، به خاطر از این که مایرورینگ انجام بدیم در واقع باید ما سرور اصلی داشته باشیم، اینستانس اصلی یا سرور اصلی، سرور دیگر را مایرورینگ داشته باشیم و همچنان سرور دیگر ویتنیس داشته باشیم. اگر ویتنیس کار بکنیم خوب خوب، اگر نکنیم ما میتونیم که معمولا چی داشته باشیم در واقع SQL سروری یا اینستانس اصلی و اینستانس مایرورینگ داشته باشیم. این در واقع تنظیمات سیستم لوکال SQL سرور بود که سه اینستانس ما ایجاد کردیم. شما میتونید که در روی لوکال ماشین خود یا در کامپیوتر خود میتونید که اینستانس ها را ایجاد بکنید. به خاطر ایجاد اینستانس ها قبلا هم گفتم برایتون، مثلا عزیز که وقتی که SQL سرور اینستال میکنین یک نام اینستانس نیم میتین و نام جدید، باز دوباره اینستال میکنین نام، یک نام جدید میتین، بار سوم اینستال میکنین نام جدید میتین در عین سیستم، که مشکل نمیکنم و باز با سه اینستانس میتونین که وصل شوین. و در این قسمت ما در اینجا مثلا عزیز شیوه تنظیم کردن سیستم SQL سرور در کامپیوتر خود برای شما در نظر گرفته بودم که موضوع ما همی بود و خدا کنه که یک چیز یاد گرفته باشین. خدا حافظ، ناصرتان، روزتان خوش، بخیر باشین.